هر وقت ازم میپرسن قهرمان زندگیت کیه؟ من میگم آینده خودم، ولی من هیچ وقت به اون قهرمانی که دلم میخواد نمیرسم، چون همیشه آیندم از من جلوتره. برای همینه که همیشه در حال تلاش کردن هستم. All right. این بخشی از سخنرانی انگیزشی متیو مک‌کنهی بود بین دانشجویان و طرفدارانش، کسی که امروز الهام بخش، راهنما و سرمشق زندگی خیلی هاست، کسی که با ورودش به سینمای هالیوود و جهان سینما رو دیدنی تر کرد، بازیگری که شاید تعدد فیلم‌های بی‌نظیرش زیاد نباشه در دو دهه اخیر، اما کیفیت او همواره از کمیتش برتری جدی داشته. ما در دقایق آتی از متیو مک‌کنهی صحبت خواهیم کرد. سلام، من احمد هاشمی هستم و اینجا سینما مورخه. بریم ببینیم چی شد. به سنت همیشگی تیم مورخ، منابع این قسمت رو خدمت شما معرفی میکنیم. اول کتاب چراغ سبز ها نوشته خود متیو مک‌کنهی، دوم مصاحبه های تصویری و صوتی از متیو مک‌کنهی که در رسانه های مختلف و البته معتبر در سالیان اخیر منتشر شده، منبع سوم آرشیو سایت های IMDB و در نهایت منبع چهارم مجله پیپل. حالا بریم در دل داستان. پیش از شروع من یه توضیحی خدمت همه مخاطبان خوب سینما مورخ عرض کنم. مخصوصا در سینما، حالا در تاریخ هم به نوعی این مسئله رو داریم، در پادکست مورخ اسامی وجود داره که اگر تلفظ صحیح رو بخونیم به یه شکل خونده میشه، اما اگر نحوه تلفظ مصطلح مخصوصا در ایران، حالا در دوبله یا در زبان فارسی بهش نگاه بکنیم کمی تفاوت وجود داره. اسم متیو مک‌کنهی هم از اون دست اسامی است. این اسم مصطلح بین سینماگران و سینما دوستان در سالهای اخیر در ایران، متیو مک‌کنهی، مخصوصا در دو دهه اخیر متیو مک‌کنهی گفته میشه بیشتر و متیو مک‌کنهی الزاماً شاید کمی غریب باشه. نتیجتاً اگر در ادامه این بحث بنده جاهایی به عادت گفتم متیو مک‌کنهی، بدانید آگاه باشید که اشتباه همدی نیست و اشتباهی است مصطلح، و البته تمام تلاشم رو خواهم کرد که عرض کنم متیو مک‌کنهی. به هر حال این آقای متیو دیوید مک‌کنهی متولد 4 نوامبر 1969 میلادی در ایالت تگزاس و شهر یووالد. متیو فرزند سوم مری و جیمز مک‌کنهیه. مری مادرش مدرس مهد کودک بوده و پدر او آقای جیمز مالک یک پمپ بنزین بوده در شهر یووالد. گرچه از دوران کودکی و نوجوانیش متیو خیلی خاطرات خوبی نداره متاسفانه. چرا؟ پدر مادرش دوبار از هم طلاق گرفتن و سه بار ازدواج کردن، یعنی کلن ازدواج بازی دوست داشتن، هی طلاق بگرفتن، ازدواج، دوباره طلاق، دوباره ازدواج. یا یک خاطره ازش تعریف کنیم که فضای کودکی و نوجوانیشو بیشتر درک بکنیم. یه بار این بنده خدا عصبی میشه، تهدید میکنه مثل بچه کوچیک، من از این خونه میرم، من دیگه تو این خونه نمیمونم، فلان اینا. پدر مادره میرن چمدونش جمع میکنن میذارن جلوی در، میگه هری. و آقای متیو میگه حالا ما چیزی گفتیم مادر جان پدر جان؟ چنقدر اعصاب ندارید شما؟ و به طور کلی این بود وضعیت متیو مک‌کنهی تا سن بلوغ. از تجربیات سخت بگیم. در 15 سالگی و برای اولین بار و به زور اسلحه به آقای متیو مک‌کنهی تجاوز میشه، مجبور به رابطه جنسیش میکنن، عملا تجاوزه. در 18 سالگی وقتی بیهوش پشت یک ماشین ون افتاده بوده دوباره بهش تجاوز میشه. تا مدتها افسرده بوده به واسطه این اتفاقات و رفتارهای ناهنجار زیادی هم از خودش نشون میداده. مثلا چند بار دستگیر میشه توسط پلیس و دلیلش چی بوده؟ مست و لخت تو خیابونا داشته عربده کشی میکرده. به طور کلی اتفاقاتی از این دست و رفتارهای ناهنجار زیاد داشته در اون سن و سال، گرچه شاید برای هر نوجوانی در اون سالها اون اتفاقا میافتاد از این بدتر میشد واقعا.
آقای متیو مکنهی 78 بخیه داره در جای جای مختلف سرش، کارو ببین. و اگر شاید او متیو مکنهی نبود و بدون اسم از یک کودک، در واقع از کودکی یک انسان به این شکل تعریف میکردیم، مخاطب یقین پیدا میکرد که او با بزرگ شدن یک خلافکار جدی بشه یا حتی شاید به بزرگسالی نرسه این آدمی که ازش تعریف میکنیم، بمیره. اما در ادامه زندگی متیو مکنهی با قدرت میره دنبال کشف خودش، کشف زندگیش و خودسازیش. اینها گفته های خودشه. تمام بحران های زندگی رو او پشت سر میذاره و قطار پیشرفتش کم کم شروع به حرکت میکنه. متیو از 15 سالگی شروع کرده نوشتن خاطراتش و خودش میگه تمام اتفاقات و حوادث خوب و بد زندگیمو نوشتم دقیق و به یاد دارم همشونو و همه اونها سرنخهای کشف اسرار و قوانین زندگی من هستند، بودند و خواهند بود. چقدر جذابه. او همیشه با کنار هم قرار دادن این خاطرات چیکار کرده؟ درس گرفته از زندگی. از اون مهمتر، معتقد این آدم میشه این درس ها رو به نسل های بعدی اینجوری منتقل کرد. یک کار جالب دیگه هم انجام میداده. از همون سنین نوجوانی هر چی نوشته پشت ماشینا بوده تو خیابون رد میشده، مثلا سلطان غم مادر، یادداشت میکرده و یه مجموعه نوشته پشت ماشینی داره برای خودش، یه حالت کلکسیونتور. و حالا برای خودم واقعا جذابه برم این کلکسیونشو بخونم ببینم مثلا نوشته سبقت بگیر ولی قیافه نگیر، یا مثلا چه میدونم با این همه دست انداز مگه میمونه پس انداز و چیزایی از این دست، نه یا دنبالم گرفتار میشی. حالا این قسمت فان داستان، خود آقای مکنهی اعتقادش چیه؟ میگه نوشته های پشت ماشین ها نتیجه یک عمر زندگی اون آدم هاست، اون راننده و اون ماشین. نتیجتاً جذاب از نظر ایشون و از نظر همه شاگرد و پر از درس. بازم از خاطرات آقای مکنهی بگیم. متیو تو خاطراتش میگه پدر مادرم شکل عجیبی هم دیگر رو دوست داشتن، ولی عجیب، یعنی دوست داشتنشون با دوست داشتن بقیه فرق داشت. حالا نظر ایشون معیارش حالا چیه؟ میگه هر دفعه این دوتا با هم دعوای شدید میکردن عشقشون بیشتر میشد نسبت به هم. اصلا یه چیز چپندلقه. چی؟ یه نمونهشو بگیم. یه شب مثلا هر شب باباش خسته از سر کار اومده، از پمپ بنزین اومده، نشستن شام بخورن، خواستن شروع کنن. بابای متیو هم آدم شاقی بوده، مادر خانواده برای پدر خانواده شام میکشه تو بشقاب، خیلی عشقولانه میخواد بذاره جلوش که بابای میبینه میگه این کم خانوم بیشتر بریز گشنمون و خسته گفته اومدیم فلان. مامان قاطی میکنه، شروع میکنه غر زدن، میگه خجالت بکش، یعنی که بهش شکمت بکن، بقیه اینجوری نیستن، والا شوهر مردمو ببین، شوهر ما رو ببین، شوهر اقدس خانم سیکس پک داره، تو این تک پک هم نیستید، خجالت بکش و هزار و یک چیز دیگر. حالا همینجوری که مادر متیو تپ 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 همینجوری داشته میگفته، آمپر متیو بابای متیو داشته میرفته بالا. سه پسر خانواده بابا رو میبینن میگن اوضاع خرابه، چه میکنن، هر کی سوراخی زیر میز اون گوشه فلان، میدونستن الان وقتشه. قایم که میشن، آمپر میچسبه، سیم تپ تپ میچسبه، جرقه تو مغز بابای متیو بلند میشه، داد و بیداد میز شامو برمیگردونه، کافه رو به هم میریزه، میزو برمیگردونه، هیچی، میذاره دنبال زنش، میدوشه وایسا پدر سوخته فلان. به حدی میرسه مادر فرار میکنه، زنگ میزنه پلیس، ولی متاسفانه پدر سر میرسه، میگه به کی داری زنگ میزنی؟ مامانه برمیگرده شق تو صورت بابای با گوشی تلفن، این گوشی قدیمی مثلا بزرگ پاناسونیکا، دماغ میتره که خون داره میپاشه بیرون. سپس مادر متیو ول نمیکنه، یه چاقو 30 سانتی قصابی در میاره، میگه بیا اجرو پارت میکنم، من از اون خانواده ها نیستم. حالا شما سندر در نظر بگیر، این بعد دماغ ترکیده داره، خون میاد شیکم فلان، مادر خانواده این بعد با چاقو 30 سانتی، بابای چی کار کنه؟ خوبه، یه سس کچاپ دمه دستش بوده، برمیداره استایل شمشیر بازی، شروع میکنه شمشیر بازی کردن، میپاشه فشار میده تو صورت زنه. تا اینجای داستان باز دعوا، اوضاع خرابه، اصلا انتظار تلفات جرحی داریم. بابای ولی فشار میداده، گزارش میکرده بازی رو، شمشیر بازی رو، میگه حالا میزنه
فشار میده، یکی هیچ به نفع جیمز. بعد مادرم میخواسته بزنه نه اینجا خالی میداده، موفق نمیشه. مری مجدد حمله میکنه، بازم موفق، امتیاز سوم برای جیمز. انقدر این کارو اون شب ادامه میدن خسته میشم میافتن زمین، اونم و اضافه وزنم داشته باباش دیگه. خانومم در انتها شروع کنه گریه کردن، مادر خانواده، بابا نفس نفس خونم هم جوال داره میریزه و کف آشپزخونه یه وضعی سوس کچاپ. شما نگاه کن، یه لحظه نگاه این دو کبوتر عاشق تلاقی میکنه. اینجاست که میگن زن و شوهر دعوا کنن ابلهان باور کنن، همونجا بغلو میگیرن و همونجا بغلو میگیرن و همونجا بغلو میگیرن. حالا از اینجا به بعد دیگه متیو تعریف نکرده، میگه ما سنمون نمیخورد رفتیم بالا دیگه، مثبت 18 بود، ولی یقین داره که شام خیلی چسبیده به مامان بابا. آقای مکنهی در مورد اجدادشون هم یه اظهار نظر جذاب داره. میگه قبیله مکنهی از ایرلند مهاجرت میکنن لیورپول انگلیس، از اونجا مهاجرت میکنن به آمریکا و معتقد ایشون از نسل ما کسی اشراف زاده اصلا نبوده، تا چش کار میکرده یه مش دزد و قمارباز داشتیم، لات و لوت یه بعضی. البته معتقد قطعا استثنا و آدم حسابی ما داشتیم ولی زیاد نبوده. و این استثنایی هم که آقای مکنهی میگه آدم حسابی داشتیم چی بوده؟ محافظ شخصی آقای آلکاپون آدم حسابیشون بوده. آلکاپون کی بوده؟ سردسته گنگسترهای نیویورک، کلن همه دکتر مهندس. از خانواده کمی بگیم. برادر بزرگ متیو مکنهی اسمش هست مایکل مکنهی و به نوشته خود در واقع آقای متیو خروس صداش میکردن، داداش رو، داداش بزرگ. چرا؟ هر ساعتی میخوابیده 10، 9، 3 صبح فرق نمیکرده، با طول آفتاب گوگولی گوگول بیدار میشده شبیه خروس. این برادر بزرگتر. پسر دوم خانواده برادر تنی متیو نیست. حالا داستانش چی بوده؟ پسر اول یعنی همون مایکل خروس 10 سالش میشه، تولدش میشینه پا رو میکوبه گریه که من برای کادوی تولد یه داداش میخوام. این حرفا نیست، من میخوام فکر کنم مثلا مایکروفره بنده خدا بچه بوده، لک لک مثلا میاره. پدر مادرم اهمیت میدادن، تربیت مهم بوده، چیکار کنیم چیکار نکنیم، گله یتیم خونه یه پسر کادو میکنم میارم میگن خدمت شما، ببین پسر گلم همون کادویی که میخواستی، این داداشت از این به بعد کوچولو. خانواده کوچولو. گرچه اینم پرانتز بگم، خود متیو قبل از اینکه به دنیا بیاد خودش میگه پدر مادرم خیلی اقدام کردن برای بچه دار شدن، نمیشد. هی اقدام میکردن نمیشد، هی اقدام نمیشد، آقا نمیشد دیگه. به همین جهت هم مثلا اون موقع رفتن از یتیم خونه بچه آوردن. حتی یه جایی متیو تو خاطراتش نوشته مادرم منو 5 ماه حامله بوده، تا ماه 5 خودش که باور نمیکرده حامله است، یعنی انقدر بچه دار نمیشده، معتقد بوده من یه انگلی توموری دارم که باد کرده دیگه چیکار میشه کرد. وقتی میفهمه حامله است واقعا، بابای بی‌نظیر عمل کردش، پا میشه میره بار مشروب میخوره، فکر میکنه بچه مال خودش نیست، میگه نه نه این به من مری به من خیانت کرد، یه درصد هم فکر نکرده. خب شاید شده، خدا رو شکر کنیم. در نهایت متیو به دنیا میاد، بچه مال واقعا پدر بوده، خانواده میشن 5 نفر. از اعتقادات مذهبی خانواده هم بگیم، اینم بی‌نظیره. خانواده مکنهی نه یه دین، 2 دین داشتن همزمان، هم یهودیت هم مسیحیت تو خانواده بوده، هم کتاب‌های مقدس عهد عتیق هم عهد جدید، همه خونده می‌شده، یک دموکراسی دینی خوب، همه هم به هم توی این موضوع احترام می‌ذاشتن. یه نکته جالبم داد تو مادر متیو بگم، این خیلی خوبه. آقای مکنهی این جذاب واقعا، جنگنده بودن معتقد از مادرش یاد گرفته. و دلیلش چیه؟ مادر متیو مکنهی 2 بار به 2 نوع مختلف سرطان مبتلا میشه و با جنگندگی و پررویی هر دوشون رو شکست. خب بیایم جلوتر. آقای مکنهی تو دبیرستان که ازش میپرسیدن میخوای چی کارشی، میگفت میخوام وکیل شم. بسیار علاقه من به وکالت بوده و درست وکیل نشد، اما 3 بار نقش وکیل رو بازی کرد، خیلی هم خوب بود انصافا. کدوم فیلم رو میگم؟ اولیش فیلم زمانی برای کشتن، دومی آمستد و سومی وکیل لینکلن. این ستا رو بازی کرد، یه جورایی فکر کنم مثلا ارضا شد بس وکالت براش. به هر حال زمانی که دبیرستان رو تموم میکنه، یعنی حدود 18 سالگی، مثل اغلب
در واقع جوانهای این سن و سال سردرگم بوده، دقیقا نمیدونسته میخواد چه کنه در آینده. درسته وکالت و علاقه داشته ولی تصمیم جدی هنوز نگرفته بوده، اونم حالا با اون شرایط خانوادگی خیلی شاید توانشو نداشته. چه اتفاقی میفته؟ مادرش بهش میگه که تو که به مسافرت علاقه داری برو وارد باشگاه پویش تبادل دانش آموزی شو. این دقیقا ترجمه شد. چیز عجیبیه. حالا چی بوده این پویش؟ اون زمان اینجوری بوده که مثلا یه دانش آموز از آمریکا یه سال میرفته جاشو با یک دانش آموز دیگه از یه کشور دیگه عوض میکرده. خیلی جالب بوده و جای هم زندگی میکردن، تو خانواده هم دیگه، این میرفته خانواده این، اون میرفته خانواده در واقع یکی. متیو یه خود فکر میکنه میگه باحاله بریم مامان. میره ثبت نام میکنه. بهش چی میگن؟ میگن کلن دوتا جای خالی داریم، یکی سوئد یکی استرالیا، کدومو دوست داری؟ متیو یه مامان نگاه میکنه میگه که استرالیا، سرزمین آفتاب و ساحل شنی و دریای مباج و دخترای خوشگل. آقا اجازه، استرالیا میشه بنویسیم؟ من برم تا کسی نیومده پر نشده. مسئول میگه مینویسم ولی اینو باید از الان ببندم، کمتر از یک سال اجازه برگشت نداری، یا بری رفتی یا. که آقای مکنهی خیلی پر رو میگه برو رد کارت، کی خواست برگرده، خداحافظ شما، و میره استرالیا. میرسه سیدنی استرالیا، آقای مکنهی خوشحال خندان، سرزمین موج و یه خانواده میان دنبالش. خوشحال، خوش اومدی، ایشالا یه سال خوب با هم داشته باشیم. سوار ماشین میشن، راه میفتن، وارد شهر سیدنی میشن. میگه به به، آرزوم چقدر خوشگله. از شهر خارج میشن، میگه خب اینا احتمالا یه ویلا دارن اطراف شهر. از ساحل دریا دور میشن یواش یواش، میگه خب اشکال نداره، حتما شهرها که خاص پول دارن. میرن وارد یه روستا میشن، یه روستای کوچیک دور افتاده وسط بیابونای کانگورو میرفتن. و خانواده میگن ویلکام تو استرالیا، دیگه اینجا خونه توه برای یک سال آتی. مکنهی میشه اینجوری تو خاطراتش نوشته، میگه اون یک سال نه تنها از ساحل شنی و اقیانوس و موج سواری و دخترای خوشگل خبری نبود، بلکه اون خانواده ای هم که من تو خونشون بودم تو اون روستای دور افتاده کوچیک وسط بیابونای استرالیا کانگورو معروف بودم به خانواده خلوچلها. کارو ببین، اینا خاطرات خودشه. میگه رفتار و اخلاق اصلا همه چی عجیب بود تو خانوادهشون. میگه در واقع خانواده خود ما خلوچل بودن واس خودشون، تعریف کرده. میگه تو آمریکا واس خودمون خلوچلی بودیم، ما باید جلوی اینا لونگ مینداختیم. شما دیگه تصور کن. به هر حال 6 ماه میگذره. بعد 6 ماه آقای مکنهی دیوونه میشه، پا میشه میره دفتر همین در واقع باشگاه پویش تبادل و اینها، التماس میگه جون مادرتون منو برگردم، دیوونه میشم، گناه دارم، این کودک آزاری خشونت علیه کودکانه. میگه نمیشه آقا، امضا کرده اینها، امضات زیر یه سال نمیتونی برگردی. مکنه میگه خیلی خوب، این 6 ماه که هست من خودکشی میکنم، اینا مینویسم تو نامه خودکشی که شما گناهکار شید. در نهایت راضی میشن، جاشو عوض میکنن، یعنی 6 ماه دوم میفرستن یه خانواده دیگه. ولی این نکته جالب داره، آقای مکنهی میگه من بعد از اینکه حالا التماس کردم و اینا قبول کردن، یهو شروع کردن همه اینا خندیدن تو این دفتره. چرا؟ یارو من گفت ما روز اول شرط بستیم تو نهایتا یکی دو روز یه هفته دووم بیاری. تو چجوری 6 ماه تو این خانواده دووم آوردی مؤمن؟ هر کی رفته دو روزه در رفته. مکنهی میگه آقا عجب بی‌معرفتایی هستین، یه سری عبارات زیبا به کار میبره، حالا نمیتونیم بگیم چی. در نهایت حالا جاشو عوض میکنن، 6 ماه دوم میگذره. اما امروز این نکته است، امروز مکنهی میگه اون 6 ماه اون سفر استرالیا با تمام سختی ها و چالش هایی که برام داشت باعث شد من انسان درونگرایی بشم اون زمان و زندگی برام معنای عمیق تری پیدا کنه، چون چاره‌ای نداشتم، یه دوستای کوچیک وسط بیابون جایی که دوستش نداشتم، فقط خودم رو داشتم و دوست داشتن خودم. این به من کمک کرد. و گرف جالب میزنه مکنهی، میگه این اجبار به درونگرایی و پیدا کردن معنای عمیق‌تر زندگی چیزی است که امروز هر چه دارم و به هر جایی رسیدم مدیونشم. در واقع من مدیون همون سفر و اون خانواده خلوچلم.
خب بیایم جلوتر. 21 ساله میشه متیو، پیره اون علاقه‌ای که به وکالت داشت وارد دانشگاه حقوق میشه. خیلی اتفاقی یه روزی برمیخوره به یک کتابی به نام بزرگترین فروشنده جهان. کتابو میخونه، میگه وقتی این کتاب رو خوندم انگار از خواب بیدار شدم، با خودم فکر کردم، به این نتیجه رسیدم که من خیلی به درس خوندن علاقه ندارم، حالا خبری نیست، و در ادامه به این نتیجه قطعی رسیدم که دلم نمیخواد چند سال از بهترین سالهای زندگیمو تو دانشگاه حقوق بگذرونم و میخوام چیکار کنم؟ برم تو دنیا یک آدم تأثیرگذاری بشم. و اینجاش جالبه، میگه به این نتیجه رسیدم که برم آدم تأثیرگذارتری بشم از یک وکیل. نتیجه آقای متیو مک‌کنهی اینجا میشه نقطه عطف زندگیش و میره به سمت عشق واقعیش، عشقی که بعد از اون سفر استرالیا و حالا این کتاب پیداش کرد. او به سمت سینما رفت. متیو مک‌کنهی که مسیرش حالا تغییر کرده بود، مسیر زندگیش در واقع خودش تغییر داده بود، وارد دانشکده سینمایی دانشگاه تگزاس میشه. تغییرش نمیده از حقوق به سینما. از همون سال اول هم کارآموزیش شروع میکنه توی همین حوزه. چجوری؟ میره با مؤسسه استعدادیابی دونا آدامز قرارداد میبنده و اون مؤسسه متیو رو میفرسته توی یک شرکت تبلیغاتی که چه کنه، تیزرهای تبلیغاتی اونجا میساختن و متیو 4 روز در هفته وسط کلاسا میرفت اونجا کار میکرده، همه کارم گویا انجام میداده در اون دوره در اون شرکت در حوزه تیزرهای تبلیغاتی. توی خاطراتش هست، میگه یه وقتایی کلاس ها رو میپیچوندم که اون موقعیت ها رو از دست ندم، که همزمان در عمل هم بتونم تجربه پیدا بکنم، فقط تئوری و دانشگاهی نباشه. این مسیر رو ادامه میده، این فضا به همین شکل پیش میره، تا یه روز رئیس دانشکده سینما میاد میکشدش کنار، میگه آقا جان اینجوری فایده نداره، شما غیبتات زیاد شده، حضور در کلاس ها اجباریه، اگر غیبت ها ادامه پیدا کنه اخراجت میکنیم. آقای مک‌کنهی چی جواب میده؟ میگه ببین آقای رئیس، قربونت، شما خیلی محترمی برای من، ولی خودت هم خوب میدونی مدرک دانشگاه شما یا هر جای دیگه ای و نمره این مدارک اساساً برای هالیوود و هالیوودی ها پشیزی ارزش نداره در آینده. قربونت برم، تو هالیوود کارت مهمه، تجربت مهمه، نه اینکه مدرک داری نمراتت هم A+. نتیجه من کارآموزیم برام مهمتره. شاید رئیس هر دانشکده دیگه ای بود، همون لحظه دانشجو رو میفرستاد حراست، اخراج میشد و منع میشد از حضور در تمام جاهای زندگی و اجتماع و و و و و به هر حال واقعیتی است، برای ما هم خیلی غریب نیست این واقعیت برای دانشجوهای دور و برمون. اما رئیس دانشکده عاقل بوده، یه نگاه به متیو میکنه، یه نفسی تازه میکنه و سرشو میندازه پایین، با سکوت به راهش ادامه میده. آقای متیو هم مسیرش رو ادامه میده، همزمان دانشگاه، همزمان کار تجربی، و همین تلاشاش هم باعث میشه در ادامه میشه دستیار کارگردان و بعد هم میشه بازیگر در واقع تیزرهای تبلیغاتی، حتی در ادامه سناریو هم مینوشته برای تیزرهای تبلیغاتی. آقای مک‌کنهی به واقع نمونه است که درست پله پله پیشرفت کرد، همزمان درس خوند، همزمان کارآموزی کرد. اینجوری نبود که مثلا باباش پول داشته باشه یا سفارش کنه مثلا وارد سینما شه. در ادامه آقای مک‌کنهی تا یک مدتی اون دوران با یه دوربین 16 میلیمتری بولکس شروع میکنه فیلم‌های کوتاه ساختن. دوستانی که با بولکس آشنان میدونن، سیاه‌سفید، اغلبش فیلم‌های کوتاه سیاه‌سفید میساخته، خودش هم تدوین میکرده. پس 0 تا 100 رو یاد گرفته بود این آدم در سینما. نتیجه متیو مک‌کنهی در مسیر درست با سرعت درست روبه پیشرفت بود. خب اجازه بدید از اولین تجربه بازیگری متیو مک‌کنهی صحبت کنیم. منظورم از بازیگری بازی جلوی دوربینه. 1991 میلادی یک تبلیغ تلویزیونی برای روزنامه شهر آستین. این اولین تجربه اوست به عنوان بازیگر، در یک تیزر تبلیغاتی هم بازی کرده. در ادامه بعد از تجربه در کارهای تبلیغاتی دیگه و در کنارش یه سری کار موزیک ویدیو، 1993 میلادی آقای مک‌کنهی بالاخره
تونست اولین تجربه سینمایی خودش رو به عنوان بازیگر پیدا کنه و در کارنامه زندگیش ثبت کنه. فیلم مات و مبهوت به کارگردانی ریچارد لینکلیتر اولین فیلم اوست در سینما و اولین تجربه او. کمی بعد بیایم جلوتر، فیلم بازگشت دوست پسرم به کارگردانی باب بالابان شد تجربه دوم. و این دو تجربه، این دو فیلم، متیو مکنهی رو به عنوان بازیگر، یک بازیگر احتمالاً توانمند، به سینمای جهان و هالیوود معرفی کرد. این یک تجربه بسیار شیرین و لذت بخش بود برای مکنهی، اما این تجربه، این معرفی به سینما برای او همراه شد با یک خاطره تلخ. روزهای فیلمبرداری در واقع فیلم مات و مبهوت، پدر مکنهی از دنیا رفت و دیگر نبود تا ستاره شدن پسرش رو به چشم سر به نظاره بنشینه. روز پنجم فیلمبرداری اولین تجربه سینماییم، یعنی فیلم مات و مبهوت، مادرم به من زنگ زد و گفت پدرت فوت کرده. باورم نمیشد. پدرم هیولای برفی بود، یک روح توقف ناپذیر، مردی با هیکل خرس، با سیستم ایمنی وایکینگ ها و قدرت عجیب. هیچ کس و هیچ چیز نمیتونست اونو از پا در بیاره به جز مامانم. اونم میشه به من و برادرام میگفت من وقتی از دنیا میرم که مشغول عشق بازی با مادرتون هستم. و همینطور هم شد. پدر در حال عشق بازی با مادر سکته کرد و مرد. این خاطره متیو مکنهی بود از روز فوت پدرش، در روزهای فیلمبرداری اولین تجربه سینماییش. پدر متیو مکنهی یک مرگ رمانتیک به دست آورد، همونطور که خودش پیشبینی میکرد. روز پنجم فیلمبرداری اولین تجربه سینمایی متیو مکنهی، طلاقی دو زندگی شد برای او. به گفته خودش، پایان یک زندگی و آغاز دیگری، آغاز زندگی پسر و پایان زندگی پدر. متیو مکنهی اون روز غم و شادی رو با هم تجربه کرد. ادامه بدیم مسیر زندگی پرپیچ و خم متیو رو. آقای مکنهی اوایل خیلی آدم پول جمع کنی نبوده. مثال بزنیم، با دست مزدش از فیلم مات و مبهوت با دو تا از دوستاش پا میشن میرن اروپا، موتور کرایه میکنن، عشق و حال، یک ماه، حدود یک ماه با موتور دور اروپا رو میچرخن، کل پول رو تموم میکنن. خودش میگه یه سنتم بر نگردوندم از اون سفر. خلاصه برمیگردن آمریکا، دوباره بی پول، ولی این بار توانمندتر و صاحب تجربه بازیگری در سینما. چه میکنه؟ پا میشه میره مؤسسه استعدادیابی. دوباره کدوم مؤسسه؟ ویلیام موریس. میره اونجا ثبت نام میکنه. کارگردان ها و تهیه کننده ها می اومدن اونجا، از داوطلبا، کسایی که ثبت نام کرده بودن، تست میگرفتن، هر کی قبول میشده باهاش قرارداد میبستن کار میکردن. آقای مکنهی هم همین کارو میکنه، میره ثبت نام میکنه، ازش تست میگیرن. و کی تست میگیره؟ هربرت راس. و ایشون در این تست قبول میشه و نتیجه چه میشه؟ بازی در فیلم هربرت راس، فیلمی به نام بدون پسران زندگی معنا ندارد. بعد از اتمام فیلمبرداری فیلم بدون پسران زندگی معنا ندارد، آقای مکنهی با خودش فکر میکنه، به این نتیجه میرسه که نیاز به آموزش بیشتر داره. در واقع به این نتیجه میرسه که درسته تو دانشگاه درس رسانه خونده، سینما خونده، حتی کارآموزی هم زمان رفته انجام داده، دو سه تا نقش هم بازی کرده در سینما، اما کلاس تخصصی بازیگری نگذرونده. به این نتیجه میرسه و یه جایی در خاطراتش نوشته، ایشون میگه اون روز به خودم گفتم دیگه وقت
وقتشه که حرفه‌ای این شغل رو دنبال کنی. پس مثل بچه آدم پاشو برو کلاس تخصصی بازیگری. کلیات سینما رو میدونی، در دانشگاه خوندی، کارآموزی هم کردی، چیزایی یاد گرفتی، اما تخصص چیز دیگر است. نتیجه آقای مکنهی پا میشه میره کلاس بازیگری با اصول و قواعد و متدها و علوم بازیگری به صورت تخصصی آشنا میشه، ولی یه بدشانسی جدیدی پیدا میکنه. اون زمان فکر میکرده حالا که حالا سینمایی بازی کرده، چند تا نقش گرفته، کلاس هم دیگه داره میره، بهتر شه دیگه. اما تا یک مدتی هر تستی میرفته میداده برای بازیگری قبولش نمیکردن برای حالا اون نقشه. یه جای دیگه خاطراتش هست، نوشته در کلاس های بازیگری که رفتم ذهن من یه ذهن اصولی و دارای چارچوب شده بود، یعنی فقط به قواعد و متدهای بازیگری فکر میکردم، خیلی چارچوبی، دو تا چارتایی. بعد یه مدت فهمیدم آقا اصلا من از خود خودم فاصله گرفتم، از اصل و توانمندیم فاصله گرفتم، با اونا نقش گرفته بودم، یعنی دارم خودمو گم میکنم. در واقع از چی فاصله گرفته بود؟ از خلاقیت و بداهه پردازی که متیو مکنهی بسیار درش توانمنده. این کلاس ها و چهارچوبا باعث شده بود گم کنه مسیر رو. برای خیلی از هنرجوها این اتفاق میفته، میرن سر یه کلاسی از اصل دور میشن، خودشون و توانمندیشون رو گم میکنن. آقای مکنهی تو خاطراتش هست، میگه من یک بازی رباتیک و مصنوعی پیدا کرده بودم به جای اون حالت طبیعی و خلاقانه و بداهه پردازانه که داشتم. چه میکنه؟ تصمیم میگیره برگرده به همون متیوی که بود، متیوی قبل از کلاس‌های بازیگری. و اگر تو یک جمله بخوایم تعریف کنیم اون متیو رو، قبل از کلاس‌های بازیگری متیو مکنهی شخصیت و بازیگری بود که نقش‌ها رو در زندگی واقعی تصور میکرد و بر حسب غریزه به جای اونها میرفت زندگی میکرد، کاملا متد اکتینگ. و جذابیت داستان اینجاست، به محض اینکه این تصمیم رو میگیره و برمیگرده با تمرکز به متیوی قبلی، زندگی هنریش هم از این رو به اون رو میشه. بیایم جلوتر. 1996 میلادی، وقتی آقای جوئل شوماخر، کارگردان فیلم زمانی برای کشتن، برای نقش وکیلش توی اون فیلم دنبال بازیگر میگشت، آقای مکنهی هم جز به کسانی بود که رفت تست بده. کلی رفتن تست بدن، اینم رفت. حالا کات، بریم از نگاه و خاطره خود مکنهی اون لحظات رو ببینیم چه خبر بوده. گفتیم از 15 سالگی خاطره می نوشت. میگه تو صف بودم، منتظر تست بودم، نوبتم شد برم تو، اومدم برم، یهو یادم اومد روز مادره. یه لحظه اتفاق حسی برام افتاد، وایستادم رفتم به مادرم زنگ زدم، روز مادر رو تبریک گفتم، قربون صدقش رفتم، گفتم مادر من اینجا هم، داستان اینه، میخوام برم یه جایی تست بدم. میگه مادرم به من گفت پسرم جوری نرو تو اتاق تست که انگار اون نقشو میخوای، یه جوری برو که انگار اون نقش مال توه تمام. تو پرانتز یادآوری کنم آقای مکنهی تو خاطراتش چی گفته؟ گفته نماد جنگندگی در زندگی برام مادرمه. دوبار سرطان میگیره و خوب میشه. و جمله رو ببینیم، چقدر مادر میتونه تاثیرگذار باشه در موفقیت یا عدم موفقیت بچهش و البته پدر. ولی خب شاید به واسطه مادری بودن پسرها یا شدیداً مادری بودن بتیو این تاثیر بیشتری هم برای او داشته در اون لحظه. به هر حال آقای مکنهی به نصیحت مادر گوش فرا میده و جوری میره تو اون اتاق، تو اتاق تست، که انگار اون نقش، نقش وکیل برای اوست بلا غیر. و کارگردان آقای جوئل شوماخر هم بعد از تست به هیچ کس دیگری غیر از متیو مکنهی برای نقش وکیل نتونست فکر کنه. و فیلم زمانی برای کشتن، اون نقش وکیل، برای متیو مکنهی دروازه‌ای شد برای ورود به دنیای شهرت. باز کات، بریم از نگاه متیو مکنهی. خودش تعریف میکنه، میگه روز اکران فیلم طبق معمول پاشدم رفتم ساندویچ فروشی مورد علاقم که کجا بود، مرکز شهر، مرکز شهر سانتا مونیکا در کالیفرنیا، یه ساندویچ فروشی و میرفته حالا همیشه اونجا غذا میخورده. خودش تعریف کرده، میگه اون روز مثلا 300 400 نفر تو خیابون بودن، منم رفتم ساندویچ خوردم، کسی هم مهم نبود، من دارم اونجا راه میرم. کات، یک هفته بعد، 7 روز بعد، میگه تو همون خیابون، همون ساندویچی، تقریبا همون آدما، 300 400 نفر داشتم میرفتم ساندویچ بخورم، تمام اون آدم ها داشتن من رو نگاه میکردن، همشون
دیگه از نظرشون من جذاب بودم، آدم مشهوری بودم و خیره شده بودن. آقای مکنهی معروف شده بود. بازم کار عجیب. 1996 میلادی متیو مکنهی تصمیم میگیره سبک زندگیشو تغییر بده و چه کنه؟ یک زندگی خاص رو تجربه کنه. تو پرانتز اجازه بدید مرور کنیم زندگی مکنهی رو از ابتدا، در واقع از کودکی تا الان. کودکی رو گفتیم، نوجوانی، دبیرستانش، دانشگاهش. چند بار این آدم تغییر داد روند زندگیشو و تغییرات خاص، از همه‌شون هم درس خوب گرفت و جالبه همه‌شون هم پله ترقی شد براش. و به گفته خودش هر بار این کارو میکرد درونگرایی و فهم بیشتری از زندگی پیدا میکرد، جهان بینی بهتری پیدا میکرد. مثالش همون سفر 6 ماهه در واقع استرالیا و اون خانواده عجیب غریب. چه شد؟ بعد از اون ناخودآگاه اومد دانشکده حقوق و به این جهان بینی رسید که من عوض کنم، برم مثلا سینما بخونم و بشه اینی که الان میبینیم، وگرنه یه وکیل معمولی بود شاید. به هر حال در 96 تصمیم میگیره دوباره این کارو انجام بده و چه میکنه؟ یه ماشین ون میخره، یه اتاقک وصل میکنه پشتش، سگش هم برمیداره، اسم سگش هم خانم هاد. دوتایی با هم میزنن به دل جاده و همینجوری بی هدف ایالتهای مختلف آمریکا رو میرفته. آمریکا گردی، به هر ایالت جدیدم که میرسیده یا هر شهری یه مدت اتراق میکرده تو همون فضای ونی که داشته و اون اتاقک کمپ. و اینم جالبتر میکنه داستانو، همون ماشین دفتر کارش بوده، یعنی تلفن‌ها، قرارهای ملاقاتش همش تو ماشینه بوده، قرار کاریش هم تو ماشین برگزار میشده. خیلی از کارگردان‌ها و تهیه کننده‌ها و بازیگرا تو ون معروف متیو مکنهی خاطره دارن. حالا چه خاطره ای دارن؟ ما که حالا حرف نیستیم. از ون معروف متیو گفتیم، حیفه از یکی از قرارهای معروفش بگیم. آقای جیمز کامرون زمانی که میخواست تایتانیکو بسازه، چون متیو مکنهی گزینه جایگزین دیکاپریو بود، یعنی اگر لئوناردو دیکاپریو قبول نمیکرد در نهایت تایتانیک رو، مکنهی جایگزینش میشد. توی همون ون معروف متیو چندین بار باهاش جلسه داشته، حتی اتود کردن تایتانیکو، اتود کردن تو همون ون که به هر حال ما تو قسمت لئوناردو دیکاپریو و البته تو قسمت خود فیلم تایتانیک در سینما مورخ مفصل توضیح دادیم که چه شد، کیا اصلا مطرح بودن و چه شد که دیکاپریو بازی کرد و نتایجش. اونجا مفصل گفتیم، پیشنهاد میکنم ببینید، بشنوید، لذت ببرید از سینما مورخ. حالا این مثالی بود، جیمز کامرون مثالی بود که خیلی ها اومدن تو اون ون رفتن و خاطرات جذابی به گفته مکنهی اونجا رقم خورد. به هر حال آقای مکنهی در اون دوران از سال 96 میلادی هر جا فیلمبرداری داشته، کار داشته، با این ونه میرفته، اتراق میکرده، فیلمبرداری تموم میشده، دوباره راه میفته به امون خدای ایالت دیگه. اگر باز قراردادی میبسته، مسیر رو کج میکرده محل فیلمبرداری جدیدش. حدود 3 سال متیو مکنهی این مدل زندگی رو تجربه میکنه. یکی از جذابیت‌های آدم‌های معروف و البته جذاب زندگی خصوصیشون هم هست. گرچه ما در مورخ انصافاً خیلی کنکاش نمی‌کنیم زندگی خصوصی آدم‌ها رو، تا حدی که رسانه‌ها گفتن یا خودشون گفتن، در واقع تا حدی که فکت داشته باشه ما ورود کردیم و درباره‌اش صحبت کردیم. آقای متیو مکنهی سال 2006 میلادی با خانم کامیلا آلوز که مدل، طراح و بازیگر معروف برزیلی هستند، ایشون میشه و سال 2012 این دو نفر ازدواج میکنن. 3 فرزند حاصل این ازدواجه. فرزند اول لیوای در 2008 میلادی به دنیا میاد، فرزند دوم ویدا در 2010 میلادی و فرزند سوم لیوینگستون در 2012 میلادی به دنیا میاد. یعنی دقیقاً 2 سال 2 سال برنامه ریزی داشتن، بچه دار میشدن. این هم با مزه است، با فواصل منظم. حالا داستان آشنایی این زوج، یعنی آقای متیو و خانم کامیلا، خیلی جالبه. سال 2006، یعنی 1 سال بعد از اینکه متیو مکنهی از طرف مجله پیپل به عنوان جذابترین مرد سال انتخاب میشه، متیو با یکی از رفقاش رفته بوده یه کافه تو لس آنجلس. خانم کامیلا آلوز هم همون روز وارد کافه میشه اون لحظه. والا
خاطرات، بریم سراغ مکنهی ببینیم خودش چی نوشته تو خاطراتش. اینو تو پرانتز بگم، باز عاشق خاطره نویسیه این آدم. از 15 سالگی نوشته. یه مثالم بزنیم، نقشش تو ترو دیتکتیو یکی از کارهایی که کرده بود یه دفترچه خاطرات برای اون کاراکتر درست کرده بود، روزانه خاطره برای کاراکتر مینوشت، خودش رو جذابیت سریال. خب بریم ببینیم بین این دو کفتر عاشق اون روز چه گذشت. یه دفعه سر و کلش پیدا شد، اصلا از جلوی چشم همینجوری چپ و راست میرفت، انگار رو آب شناور بودم. یه حال عجیبی داشتم، اصلا نپرسیدم کیه، پرسیدم از بغل دستین پرسیدم اون چیه. ناخودآگاه رفتم سمتش، خودم معرفی کردم. جالب، اول منو نشناختی که از دوستام اومد با درمیونی کرد و گفت مثلا این کامل منو معرفی کرد، در نهایت به زور منو شناخت. گرچه بعدن فهمیدم اصلا اون اول منو شناخته، نمیخواسته به رو بده. این خاطره آقای مکنهی بود از لحظه که دیدار این دو نفر. از لحن خاطره تعریف کردن خود مکنهی هم مشخصه، خانم آلبز روز اول و در دیدار اول خیلی باش حال نکرده، تحویلش نگرفته. واقعا این با ذوق و شوق رفته سلام احمدی و مکنهی هم من مرد جذاب سالم فلان. خانم آلبز در جواب گفته خب چیکار کنم مثلا. در نهایت آقای ماتیو به خانم آلبز میگه که شام در خدمت باشیم، تشریف بیارین. یعنی ما که جمعمون جمع، شما هم که با رفقات اومدی، همه پاشیم یه خونه من شب ها دوره هم. خانم آلبز میگه نه بابا خوشت اومده، اصلا حرفا نیست، من دیرم شده باید برم و میره. آقای ماتیو هم همینجوری داشته خط رفتنش در افق رو نگاه میکرده، مثلا همینجوری نگاه میکرده، یهو یکی میزنه بهش میگه چیکار میکنی برو دنبالش، من خوشت نیومده. و میگه ای من چرا ول کردم. میدوه سمتش، قبل از اینکه بره میگه خب اجازه بدید و تو من تا ماشین با شما بیام. و به گفته خود ماتیو مکنهی میگه اگه این کارو نمیکردم نه الان با هم ازدواج کرده بودیم، نه سه تا بچه داشتیم. چرا؟ تا ماشین همراهیش میکنه، میبینه که ماشین خانم رو جرثقیل برده، بجا گذاشته، میگه به به، دستش رو میماله به هم. حالا تو در واقع خیال خودش میگه تو پوست خودم نمی گنجیدم، گرچه خودش رو باید ناراحت نشون میداده دیگه، ای بابا دست این پلیس ها چه بد شد، حالا چیکار کنیم، شلوغم، از تاکسی هم نیست، استپ هم میزنم، عجله دارم قبول نمیکنه، تپسی هم چیکار کنیم. خانم آلوز به نظر شما مثلا من برسونمتون دیگه، آه اذیت هم میشین دیگه. خانم آلوز قبول میکنه. این برسونم مقصد شد خونه ماتیو با رفقا. حالا چه گذشت به این دو نفر در ماشین بنده نمیدونم، اینا هم نگفتن جایی، ما محل حرف نیستیم. به هر حال بعد از شام دوباره یهو خانم آلبس با میشه میگن دیرم شده باید برم، ما بانم منتظر، ما اصلا ما از خونه داش نیستم، من نوع شب باید خونه باشم، تا حالا اصلا 9-10 دقیقه رو ندیدم، داداشم غیرتی هم، اصلا تاکسی باید بگیری من برم دیگه، حالا هرچی اصرار و فلان و اینا نمیشه. ماتیو هم میگه خب دیگه با خودم پایین نیارم، باشه آقا تاکسی بگیریم. حالا هرچی واقعا این دفعه تاکسی میگیرم پیدا نمیشود که نمیشود، یعنی انگار کائنات هم به این نتیجه رسیده بوده که آقا این دوتا رو کاراشون رو در بیاریم دیگه. ها چه میکنن؟ آقای مکنهی میگه عزیزم شما میخوای زنگ بزن خونه، بگو خونه مثلا دوستتی شب بمون، بعدم به جان خودم چیزی که اینجا زیاده اتاقه، من میرم اون بر تو برو اون بر بخواب، مثلا به هم نزدیکم نمیشیم. خانم آلوزی نگاه به این اتاق به اون اتاق، حالا بعدش هم نمی اومده، مرد جذاب سال بوده روبروش دیگه، میگه باشه میرم میخوابن. حالا خودشون میگن هر کی توی اتاق، تو خاطرات که اینه، صبح پا میشه آقای مکنهی تو خاطراتشه، میگه رفتم دیدم سر و صدا خنده کامیل آلبز با خدمتکارای خونه، رفقای من، رفقای خودش دارم میزنن سر و کله هم، صبونه میخورم بگو بخند و اینا، همون لحظه عاشقش شدم. میگم همونجا دیگه فهمیدم همینه، یعنی انقدر شخصیت اجتماعی و گرم و جذاب و خونگرمی داشته، به خودم گفتم که من میخوام، من اینو میخوام دیگه، میگیرمش. و همونجا میگه دوباره دعوتش کردم که برای دیت شام با هم بریم بیرون، دوتایی با هم بیشتر آشناشیم. خانم آلوز دوره وسط خنده نه یهو مثلا، در نهایت انقدر میره میاد میگه دعوت کنیم نره بدوش فلان، یه روزی بالاخره خانم آلوز از خر شیطون میاد پایین و الان دیگه خدمت شما هم با سه تا بچه.
خب این از آشناییشون. حالا داستان ازدواجشون جذابه. بچه اول و دوم این زوج خوشبخت قبل از ازدواج رسمیشون به دنیا میان و گویا اصلا ازدواجم تو برنامه هاشون نبوده، اصلا تو برنامه هاشون جایی نداشته. گرچه اینم کاملا طبیعی است، در واقع در فرهنگی است قابل احترام، در فرهنگ غرب و در فرهنگ شرق خیلی جاها دیگه یه جورایی طبیعی شده. برجات بچه دار شده بودن، برنامه‌ای برای ازدواج نداشت. روزگار گذشت، یه روز پسرشون لیوای میاد به باباش میگه که بابا چرا مامان فامیلیش با تو یکی نیست؟ اینم تو پرانتز عرض کنم، بعد نیست زمان ازدواج در به عنوان مثال آمریکا زن و شوهر این امکان براشون هست که فامیلی همدیگر رو بردارن، یعنی یا زن فامیلی مرد یا مرد فامیلی زن. یعنی این نیست که حتما مثلا فامیلی مرد بره رو زن، سالت مرد سالاری تو رو اینا، یعنی از این جهت با ما واقعا فرق میکنن. اینجا مثلا یکی میخواد که صدا کنه خانوم آقای هاشمی رو بگیم بیاد، آخه چه کاری طرف شخصیتی داره. به هر حال پسر متیو میاد میگه چرا فامیلی مامان ما تو یکی نیست؟ حالا یا بالعکس آقای مکنهی با اعتماد به نفس میگه که آفرین پسرم، چه سوال خوبی کردی، من خیلی دنبال این سوال بودم. ببین من هنوز با مادرت ازدواج نکردم ولی قطعا دلم میخواد با مامان ازدواج کنم، با مامانی. ما اصلا برنامه حالا تا الان نداشتیم. اینجا رو ببینید به پسرش چی گفته. گفته پسرم ما ازدواج نکردیم چون لزومش رو هنوز حس و درک نکردیم. یعنی اگر من با مامانی ازدواج کنم و فقط دلیلش این باشه که باید این کارو بکنیم و یه چیز طبیعیه، یعنی وقتی دو نفرم بچه دار شدن پس باید با هم ازدواج کنن، قطعا عشق واقعی نیست. یعنی مامانی و بابایی این عشقشون دیگه واقعی نیست. پس مامان و بابا وایستادن عشق واقعی در زمان واقعی باعث ازدواجشون بشه که تو خوشگل پسرم اینو یاد بگیری بعدن تو زندگیت بهش عمل کنی. باشه بابایی، آفرین قربونت برم. و اون روز گذشت و این گفتگو، یعنی اون گفتگو بین پدر و پسر تمام شد ولی جرقه ایجاد کرد و بذری رو کاشت که 2012 میلادی میوه داد. سال 2012 و بعد از 6 سال زندگی مشترک، آقای متیو مکنهی از خانم کامیل آلوز خواستگاری میکنه، بله رو میگیره و جالبه همون لحظه خواستگاری هم خانم آلوز به متیو میگه که من سونوگرافی بودم، بچه سومم تو راهه، تا این نیومده میخوای بریم ازدواج کنیم که یه دونش بیفته تو فضای رسمی، ارائهش کنیم به جامعه رسمی. برگردیم به زندگی هنری متیو مکنهی. سال 2008 میلادی، یعنی قبل از اینکه متیو برای اولین بار پدر بشه، ما آدمی رو داشتیم میدیدیم که موفقه، یه مؤسسه خیریه داره، یه کمپانی فیلمسازی داره و یه کمپانی آهنگسازی. در کنار اینها کار بازیگری هم انجام میداد و ادامه میداد. اما مکنهی حس میکنه تو همه این کارها همزمان درجه یک نیست. نتیجه زنگ میزنه وکیلش میگه عزیز من کمپانی فیلمسازی یا آهنگسازی رو تعطیل میکنی، خیریه سر جاش میمونه، من میخوام فقط یک بازیگر باشم، اما یک بازیگر درجه یک. اونا رو تعطیل میکنی تا من وقت بیشتری داشته باشم بشم بازیگر درجه یک و البته یک پدر خوب و شوهر بی‌نظیر. غیر از این تصمیمات 2008 میلادی یک تصمیم دیگر هم تو خودش داره برای آقای مکنهی که مهمه. چه کرد؟ تلفن رو برمیداره، یه روز زنگ میزنه به مدیر برنامه هاش، میگه من دیگه نمیخوام تو فیلم های کمدی عاشقانه بازی کنم و میخوام سبکم رو عوض کنم، جدی میخوام بازی کنم. مدیر برنامهش میگه متیو اوکی، ولی این ممکنه باعث شه بیکار شی، ممکنه نقش ندن، تو رو اینجوری میشناسن. و مکنهی میگه اصلا مهم نیست. بعد از این تصمیم، این جالبه، تاوانش هم پرداخت میکنه. متیو مکنهی تمام پیشنهادهای در واقع کمدی عاشقانه رو تو هالیوود با دستمزدهای زیاد 5 میلیون، 8 میلیون، 12 میلیون، حتی 14.5 میلیون دلار، همه اینا رو رد میکنه. پیشنهادها رو عدد بوده که یه اتفاقی بیفته، آدم هوشمندی است واقعا تا این سر و صدا کنه. وقتی یکی 14.5 میلیون دلار رو رد کنه تو هالیوود، کوچیکه اتفاقا، سر و صدا میکنه فلانی رد کرد با این دستمزد. چرا رد کرد؟ رد کرد که آقا این بگه من کمدی کار نمی کنم، میخوام جدی کار کنم.
در توانم هم میبینم که اگر نمیدیدم قطعا 14.5 میلیون دلار رو با کله قبول میکردم میرفتم بازی میکردم. تابان آقای مکنهی برای تغییر سبک زمان هم برد. 2 سال بیکار بود مکنهی و بعد از این 2 سال بالاخره به بار نشست این بذری که کاشت و میوه داد. ماهای آخر سال 2010 میلادی، یعنی زمانی که دیگه عملاً پیشنهادی دیگه بهش نمیشد، بیکار شده بود، همه رو رد کرده بود، یه جورایی از لیست بازیگرا حذف شده بود، همون زمان اولین پیشنهاد در فضای جدید و چیزی که میخواست بهش داده شد. پیشنهاد از طرف کی بود؟ براد فورمن. برای چی بود؟ بازی در فیلم وکیل لینکلن. این پیشنهاد آمد و متیو مکنهی نتیجه استمرار روی یک تصمیم رو دید و مشتاقانه همین پیشنهاد رو پذیرفت. بعد از درخشش مکنهی به عنوان یک بازیگر جدی، بازیگری که یک نقش جدی رو خوب بازی میکنه در فیلم وکیل لینکلن، حالا دیگه پیشنهادها سرازیر شد. تمام پیشنهادها هم نقشایی بود که جذاب بود برای خود مکنهی، چیزی بود که میخواست بازی کنه. حالا متیو با موفقیت در مسیر جدیدش داشت پیش میرفت و انصافا تو این مسیر هم بی‌نظیر بود. از بی‌نظیریش بذارید یه مثال بزنیم. سال 2013 میلادی متیو مکنهی اسکار بازیگر نقش اول مرد رو میگیره. برای چه فیلمی؟ باشگاه خریداران دالاس. کارگردان کی بود؟ ژان مارک ولی. حالا داستان این فیلم چی بوده؟ این برام جذاب واقعا. فیلمنامه رو که میدن متیو مکنهی میخونه، فیلمنامه این فیلمو، هنوز هیچ بازیگری رو انتخاب نکرده بودن. آقای مکنهی از همون اول، یک اینکه عاشق فیلمنامه میشه و فیلم، 2 خیمه میزنه رو نقش اول فیلم، میگه الا و بلا نقش ران وودروف مال منه. کارگردان کار آقای جان مارک میگه متیو جان اصلا اوکی مال تو باش، تا شروع فیلم برداری هم 5 ماه وقته، قبول، ولی تو 83 کیلویی، اصلا شبیه مرحله پیشرفته بیماری ایدز نیستی شما، قربونت، نقش ایدز داره مرحله پیشرفته تو 83 کیلویی. آقای مکنهی میگه تو قرارداد ببند به شرط 5 ماه دیگه یه هیکل HIV مرحله پیشرفته تحویل بگیر، قبول؟ دست میدن با هم. 23 کیلو مکنهی کم میکنه. حتی یه دفعه یه اتفاقی میفته در رونده کم کردن، نزدیک بوده کشتشه، چون باید فرمش هم تغییر میداده. و ببینیم بازی این آدم رو، فیزیکش رو، نوع راه رفتنش، نگاه کردن، حرف زدن، ببینیم در این فیلم باشگاه خریداران دالاس بی نظیره. یعنی اسکار حداقل چیزی است که باید تقدیمش میشد. در نهایت بعد از اکران این فیلم، مکنهی به خودش و دیگران ثابت کرد که اسکار و گلدن گلوب ارزش این سختی ها رو داره و برازنده اوست. باشگاه خریداران دالاس فیلمی بود که بودجش کلن 4,900,000 دلار بود. کلن تو 25 روز گرفتن فیلم و توانمندی نقش اولو ببینی. از توانمندی مکنهی بیشتر بگیم. البته اگه بخوام بگم تا صبح حرف دارم. بی‌نظیر این آدم از نظر حالا شخص بنده و خیلی ها. قبل از شروع فیلم برداری همین فیلم خریداران دالاس، یعنی همون زمانی که داشت وزن کم می‌کرد، آقای اسکورسیزی بزرگ بهش زنگ می‌زنه میگه متیو جان میدونم تو الان تحت فشاری، شنیدم داری آماده میشی برای نقش و وزن کم می‌کنی، حالت هم شنیدم خوب نیست، برای یه نقش کوتاه دارم، یه کاری دارم می‌سازم به نام گرگ وال استریت، یه نقش کوتاه خیلی خاصه، ولی 2 روزم کاره، 2 روز کار بیا بازی کن برو. آقای مکنهی قبول میکنه، گرچه هر کی جای ایشون بودم قبول میکرد اسکورسیزی بزرگ زنگ بزنه نری. نتیجه رو ولی ببینیم. درخشان ترین نقش کوتاه اون فیلم، یعنی گرگ وال استریت، با اختلاف مال متیو مکنهی. فقط همون سکانسی که پشت میز نشستن با دیکاپریو و شروع میکنه ریتم گرفتن، واویلا شما ببین چه داره میکنه، به آتش داره میکشه صحنه رو.
و باز هم متیو مکنهی تمام منتقدان، طرفداران و سینما دوستان رو با همون نقش کوتاه شگفت زده میکنه. یه چیزی جالب بگم، حیفه اغلب ما در تاریخ سینما وقتی نازوکشیم بازیگران بزرگ و با تجربه و توانمند هستند که میان یه سری بداهه خلق میکنن یا یه سری بداهه جذاب خلق میکنن و موندگار میشه در تاریخ سینما. آقای مکنهی تو همون سکانس این کارو کرده و موندگار شده. اون چیزی که ازش صحبت کردم، اون ریتمی که داره میزنه به سینش خیلی منظم و شروع میکنه خوندن، کلن تو فیلمنامه اسکورسیزی نبوده. و چهره دیکاپریو رو ببینیم چجوری تحت تاثیر قرار میگیره، خیلی جذابه و داستانش هم باحاله. خارج از در واقع فیلم برداری، پشت صحنه این کارو میکنه و دیکاپریو میبینه، اسکورسیزی میبینه، همه میگن امینه، همین اصلا همینو ببریم تو کار و تا دنیا دنیاست به یادگار میمونه این کار. از کجا میاد حالا؟ این آقای مکنهی کلن این کار رو برای گرم کردن صدا انجام میده و اینم جالبه بگیم یکی از تمرینای فن بیانه. بعد نیست مخاطبا هم بدونن میم رو در انتهای گلو تلفظ میکنی با ضرب کوتاه، برای گرم کردن صدا بسیار عالیست. این کار رو انجام میداده، از همین میرسه به یک سکانس و همه میگن دمت گرم. بیایم جلوتر. سال 2014 میلادی یکی از بهترین سریال های ساخته شده در ژانر جنایی معمایی از تلویزیون HBO آمریکا پخش میشه. بله قطعا شما به هزبنده میدانید که سریال ترو دیتکتیو رو عرض میکنم یا کارگاه حقیقی. یک قسمت مفصل اخیراً بهش پرداختیم در سینما مورخ، پیشنهاد میکنم ببینید بشنوید، بسیار مکمل خوبی است. کی ساخت کارو؟ نیک پیزولاتو. حالا در اون قسمت ترو دیتکتیو در سینما مورخ که مفصل درباره‌اش صحبت کردیم، اینجا فقط این رو اضافه کنم یه حقیقت جالب ولی غیر رسمی در مورد این سریال وجود داره و اونم شکل جذاب سیگار کشیدن و آبجو خوردن متیو مکن هیه تو این سریال در نقشی که بازی میکنه اون کاراگاهه. حقیقت چیه؟ وای خیلی بامزه است. چند ساعت قبل از ساعت پخش هر اپیزود سریال ترو دیتکتیو آمار فروش سیگار و آبجو تو کل آمریکا میرفته بالا. یعنی شما تاثیرگذاری رو ببین، واقعا بی دلیل نیست. تعداد بینندگان قسمت آخر فصل اول ترو دیتکتیو 11 میلیون نفر تخمین زده شده. سرورهای آنلاین شبکه HBO چند ساعت از دسترس خارج شده اصلا و واقعا میشه گفت درصد زیاد و عجیبی از این اتفاقات به واسطه بازی متیو مکنهی هست. برای این نقش کاندیدای جایزه امی هم شد، کاندیدای بهترین بازیگر نقش اول مرد در مجموعه ترو دیتکتیو در فصل اول. و بالاخره برسیم به فیلم اینترستلار، میان ستاره‌ای بی‌نظیر، فیلمی به نویسندگی جاناتان نولان و کارگردانی باز بی‌نظیر کریستوفر نولان بزرگ که 2014 اکران شد. آقای نولان، کریستوفر نولان در مورد متیو مکنهی چی گفته؟ اینو تو پرانتز بگم، میگه قبل از شروع همکاریمون تو این فیلم در میان ستاره‌ای فکر میکردم یه آدمه یا یه شخصیت آروم و درونگراس، ولی بعدن فهمیدم بابا این خیلی شلوغ کنه، گرفتار کردم خودمو. از خود فیلمم کمی صحبت کنیم. فیلم میان ستاره‌ای به اعتقاد خیلی ها منتقدین سینما دوستان و و و شاهکار ژانر علمی تخیلی حساب میشه در تاریخ سینما. علاقه مندید بنویسید حتما ما بهش میپردازیم، گرچه بخش عمده ای از موفقیتش و این فیلم مدیونه، یعنی به معنای واقعی کلمه مدیون هنرنمایی متیو مکنهی هست در نقش کوپر که نقشش هم چی بود؟ خلبان بازنشسته ناسا. گرچه فیلم هم فیلم جذاب و عجیبی بود، همه چیز کمک کرد، یعنی یه فیلمی بود که برخلاف سایر فیلم‌های علمی تخیلی درون مایه عشق داشت، نه اینکه اون یکی‌ها نداشته باشه. این درون مایه و این عشق در فیلم میان ستاره نولان بسیار تاثیرگذار بود و قدرتمند، یعنی این شاید خیلی جذابش کرد و متفاوت. و چی بود اون عشق؟ عشق پدر به خانواده، عشق پدر به دختر، عشق متیو مکنهی یعنی همون کوپر به دخترش. و عملا این عشق تو فیلم جهت میداد به انسانها، به داستان، و گره خورد در نهایت همین عشق با سرنوشت کل بشریت. و سوال بنده میدونین چیه؟ کی غیر از متیو مکنهی میتونست این عشق رو در کامل ترین جلوه خودش به ما نشون بده، جوری که اون نشون داد؟
بنده که شخصا هیچ کس و جای اون نمیتونم تصور کنم در این نقش، که اگر میشد نولان انتخاب کرده بود، نولان میساخت. نولان با خودش هم تعارف نداره تو فیلماش و انتخاب نقشهاش. چرا میگم کسی غیر از مکنهی نمیتونست؟ آقای متیو مکنهی کسی است که در دنیای واقعی و زندگی شخصی خودش عاشق پدر بودنه. این رو اطرافیان میگن، اظهار نظر خودش نیست. عاشق پدر بودنه، عاشق خانواده است و آرزوش میدونین چیه مکنهی؟ میگه آرزو دارم قهرمان زندگی فرزندانم باشم. چقدر زیبا. در نهایت فیلم اینترستلار تنها موفقیت مکنهی در 2014 میلادی نبود. همون سال مجله تایم متیو مکنهی رو به عنوان یکی از 100 شخصیت با نفوذ در جهان انتخاب کرد. بیایم جلوتر. بعد از فیلم میان ستاره‌ای یه نگاهی بکنیم به کارنامه سینمایی متیو. بسیار بالا و پایین داشته از اون زمان. یه مقدارم جالبه واقعا. بعد از 2014 مثلا 2017 برج تاریک به کارگردانی نیکولای آرسل رو بازی میکنه و درش پسرفت میکنه، مخاطب استقبال نمیکنه. بعد در فیلم ریک بازی میکنه، ریک پسر سفید پوست. نظرات سوسو بوده، منتقدان یکی میگفت خوبه یکی میگفت بده توی منتقدین در واقع. حتی 2019 با فیلم آرامش به کارگردانی استیون نایت نامزد جایزه تمشک طلایی هم شد متیو مکنهی. یعنی از 2014 به این ور خیلی بالا پایین داشت کارنامش، یعنی خیلی کارنامه طلایی مثل 2014 و قبلش رو تجربه نکرد، ولی به اندازه خودش کارهای خوبم انجام داد. توی همین سالها از 2014 به بعد آقای مکنهی کارهای دیگه‌ای هم تجربه کرد، البته مرتبط با سینما. صدا پیشگی کرد به عنوان مثال برای چند تا انیمیشن مثل کوبو و دوتار، یا آواز کار صدا پیشگی انجام داد که خیلی از منتقدین معتقدن کارهای خوبی بوده. اینم یادم اومد جالبه بگم، سال 2020 میلادی یه خبری تیتر شد و نوشتن که متیو مکنهی برای فرمانداری ایالت تگزاس ابراز علاقه کرده. هیچ کم نفهمید بالاخره کرده یا نکرده، نه خودش رسمی تایید کرد نه مدیر برنامه‌اش، کسی نگفت. بعدنم اتفاقی نیفتاد، فرماندارم نشد. میخوام بگم پامیداد شاید فرماندارم میشد مثل آرنولد در فوقه. اینقدر دوست داره همه چی رو امتحان کنه. اینم بد نیست بگیم متیو مکنهی عرض کردم یک بنیاد خیریه تاسیس کرده دیگه. تمرکز بنیاد خیریه ایشون روی کودکان و نوجوانانه. چرا؟ یکی کودکی خودش، دو آقای مکنهی معتقده باید تا میتونیم هزینه کنیم برای کودکان و نوجوانانی که به هر دلیلی ندارند، و یقین داشته باشیم زمانی که آینده بهتری برای آنها بسازیم، آنها نیز آینده سازان بهتری برای ما خواهند بود. چقدر زیبا. ما در دقایق اخیر از متیو مکنهی صحبت کردیم. ما این قسمت رو با جملاتی از متیو مکنهی آغاز کردیم و اجازه بدید با جملاتی از او به پایان بریم این دفتر رو. گرچه حکایت با شما خوبان تا عمر و نفسی برای بنده هست باقی است. اجازه بدید نظرات متیو مکنهی درباره زندگی رو بشنویم. و جالب این نگاه و نظرات بیشباهت به زندگی شخصی او نیست، بیشباهت به کارنامه هنری و حتی غیر هنری و زندگیش نیست. آقای مکنهی میگه گاهی برای جلو رفتن باید به عقب برگردیم، البته نه برای خاطر گویی و تعقیب ارواح. باید به عقب برگردی تا ببینی از کجا آمده ای، کجا بوده ای و چطور به اینجا رسیده ای. در این گاوبازی انسانیت چند تایی زخم برداشتم، گاهی کارم در این بازی خوب بوده است گاهی هم نه، اما در نهایت از آن لذت بردم. همه دنیا دست به یکی کردند تا من را خوشحال کنند و همیشه چیزی که به دست آوردم بیش از رویاهایم بوده. آرایت زمان ما به فرجام رسید و کلام ما هم. من احمد هاشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزود هم به همت تیم مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد. تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی در سینما مورخ، سالم باشید و در صلح. شما رو به جادوی سینما میسپارم و